امروز قراره توی این ویدیو، دقیقاً همین ویدیو، شرایط اجاره خونه در اوکراین رو بهتون توضیح بدم و اینکه قیمت اجاره چقدره، ارزون ترین و گرون ترین خونه برای اجاره چقدره توی اوکراین. پس حتما این ویدیو رو تا آخر ببین. بچه ها چطورید؟ خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه در کانال ویکن سیوی. اگر جایی هستید، من محمد جوادم و توی این کانال از تجربیات زندگی خودم و مهاجرتم به اوکراین و ولاگ و چالش‌های خفن در اوکراین، حالا با مردم اوکراین، به اشتراک میذارم. پس حتما حتما جایی هستی، دکمه سابسکرایب اون پایین هست، این دکمه قرمزه میزنی، خاکستری میشه، هیچ چیزی ازت کم نمیشه، هیچ هزینه‌ای هم نداره، ولی کلی به من انرژی میده. دمت گرم. همین الان اون دکمه قرمز رو بزن، سابسکرایب کن، زنگوله رو هم دوستاشی بزن تا ویدیوهای بعدی نوتیفیکیشن برات بیاد و اولین نفر باشی که ویدیوهای منو میبینی، چون توی ویدیوهای آینده خیلی سورپرایز داریم. دمتون گرم. لایک هم یادتون نره. اگر هر سوالی، نظر چیزی داشتین توی کامنت ها بنویسید. خب بریم سراغ ویدیویی که قراره در مورد شرایط اجاره، قیمت اجاره ها و اینکه ارزون ترین و گرون ترین خونه برای اجاره تو اوکراین چقدره. به نظر شما چقدره؟ همین الان توی کامنت ها بنویس ارزون ترین و گرون ترین چقدره. خب برای شرایط اجاره من حدوداً 1.5 سال پیش ویدیو درست کردم. اون زمان، یعنی اون ویدیو رو ببینی با ویدیو الان تفاوت احساس میکنی، هم چهره هم صحبت کردن. لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم، بعد از این ویدیو دوست داشتی حتما ببین. راستی ویدیو قبلی هم در مورد خرید خونه بود، شرایط رو گفتم، ارزون ترین و گرون ترین و قیمت خرید خونه و شرایطش چجوریه، که آخر این ویدیو جزء ویدیوهای پیشنهادی میذارم. حتما بعد از این ویدیو، آخر این ویدیو، دوست داشتی اون ویدیو رو هم ببین. برای خرید خونه است. برای اجاره خونه در اوکراین شرایط چجوریه؟ شما یا از طریق سایت یا حالا میگردید یه خونه پیدا میکنید، مستقیم با صاحب خونه در ارتباط میشید، یا اینکه از طریق حالا املاک یا کسایی که کار خونه انجام میدن، ایجنت ها براتون خونه پیدا میکنن که اگر از طریق ایجنت باشه 50% کمیسیون یک ماه، 50% از اجاره یک ماه رو به عنوان کمیسیون دریافت میکنه. اما اگر خودتون پیدا کنید، نه، خب هیچ کمیسیونی نمیدین. مثلا اگر اجاره یک خونه $400 باشه و یه ایجنت یا یک املاکی براتون خونه رو پیدا کرده باشه، نصف این $400 رو باید به عنوان کمیسیون بدید. اما وقتی میخواید خونه رو اجاره کنید و قرارداد میبندید، باید خیلی حواستون باشه که با خود صاحب خونه قرارداد بسته باشین یا کسی که وکالت داره از صاحب خونه. چجوری بفهمید؟ باید تخ پاسپورت یا مدارک خونه که به اسم شخص هست و پاسپورت صاحب خونه رو چک کنید. این حق شما، چون دارین خونه رو اجاره میکنید و پول میدید. چرا؟ چون که خیلی موارد دیده شده طرف صاحب خونه نبوده، اومده یه مبلغی رو گرفته و بعد یکی دو ماه از خونه گفتن خداحافظ. به همین راحتی. چرا؟ چون که با صاحب خونه قرارداد نبسته، یا خودش اقدام کرده، از طریق املاکی اقدام نکرده و یه جوری سرش کلاه رفته. چجوری بفهمیم؟ گفتم از طریق پاسپورت و مدارکای خونه. خب حالا وقتی میخوایم خونه رو اجاره کنیم، توی قرارداد یه سری بندا داره که مثلا آقا خونه رو نباید کثیف کنی، بعد اگر آسیب بزنی به خونه باید خسارت بدی و اینکه سر صدا نباید بکنی، یه سری چیزای اینجوری، و اینکه کلا توی خونه چه چیزهایی هست، همه وسایل لیست میشه، مثلا تلویزیون هست، یخچال هست، همه لیست میشه، و شماره کنتورهای گاز و آب و برق و اینا موقعی که خونه رو به تحویل دادن نوشته میشه، و از همه مهمتر موقعی که قرارداد می‌بندی پول ماه اول و ماه آخر، ماه آخر به عنوان حالا پول رن یا پول، حالا یه جوری بهش میگفت امانت یا زالوگ اصطلاحاً، گرفته میشه. یعنی پول دو ماه اجاره رو میدین. اگرم که ایجنت براتون خونه رو پیدا کرده باشه، 50% کمیسیون باید بدین. یعنی اگر اجاره یه خونه $400 باشه، شما باید $800 همون اول پرداخت کنید به صاحب خونه، اون ماه اولی که دارین زندگی میکنید، و ماه آخر به عنوان حالا بیمه، زالوگ یا امانت میمونه. چون که وقتی میخواین خونه رو تحویل بدین، صاحب خونه میاد خونه رو چک میکنه، اگر آسیبی نرسیده باشه به وسایل خونه، به خود خونه، بعد اون پول بهتون تحویل میده، وگرنه هزینه اون آسیبی که زدین حالا به وسایل خونه اینا به عنوان خسارت کم میکنه یا کل مبلغ رو میگیره. این بود از شرایط اجاره. حالا چجوری خونه اجاره کرد؟
تو ویدیو قبلی سایت معرفی کردم دیگه، سایت OLX هست، سایت OLX. امروز هم میریم با هم قیمت اجاره ها رو با هم میبینیم، اونجا میتونید خونه پیدا کنید. و یک چیز خیلی مهمی که هست، باید حداقل زبان روسی و اوکراینی بلد باشین برای اجاره خونه اگه خودتون میخواین اجاره کنید، وگرنه در کل به خارجی ها خیلی سخت خونه میدن. اصلا فرق نداره شما ایرانی هستین، مال کدوم کشور هستید، به خارجی ها کلا سخت خونه میدن. یکی از دلایلش اینه که آقا صاحب خونه ها اکثرا افراد پیر هستن، یا اگر افراد جوان هستن حالا شاید انگلیسی بلد باشن، ولی مهمترین چیز این که آقا باید ارتباط برقرار کنن با مستاجر، زبونش رو بفهمن. برای همین به خارجی ها خونه اجاره نمیدن و یا دلایل دیگه به سختی واقعا خونه پیدا میشه برای خارجی ها. بعد بریم سراغ سایت OLX که قیمت اجاره خونه ها رو میخوایم با هم ببینیم و اینکه ارزون ترین و گرون ترین خونه برای اجاره چقدره. و قیمت اجاره ها هم بخوام بگم، مثلا دیگه حداقل از $300 شروع میشه به بالا، بستگی داره کدوم منطقه باشه و خونه نوساز باشه یا نه. و یک چیز دیگه، یک چیزی هست به نام کامونالنی، پول آب و برق و گاز و شارژ ساختمون، که این حداقل برای خونه مثلا 40 متری 50 متری حدودا 1000 گریونا 800 گریونا یه چیز حدود $30 to $40 هستش. خونه بزرگتر باشه $50 to $100، توی زمستون تا $100 هم میرسه چون هزینه گاز خیلی گرونه. خب الان داخل سایت OLX هستیم و میریم سمت این ریال استیت که زده. بچه اگر از طریق گوگل برین، گفتم توی ویدیو قبلی هم گفتم، به صورت اتوماتیک ترجمه میشه انگلیسی، حالا اگر تونستیم فارسی میتونیم راحت پیدا کنیم. میریم قسمت فیلتر، اینجا باید کاتگوری انتخاب کنیم، آپارتمان، لانگ ترم رنتال یعنی اجاره طولانی مدت آپارتمان. قیمت رو به دلار میزنم، لوکیشن رو میزنم کیف، پایتخت اوکراین. و یک نکته دیگه، پایتخت خب پایتخت دیگه، مثل تهران مثلا قیمتا گرونتره. اگر شهری مثل خارکوف باشه به مراتب ارزونتر و شهرهای کوچیکتر خیلی ارزونتر. مثلا اگر یک خونه ای شما اینجا $400 $500 اجاره کنید، توی شهرهای کوچیکتر $250 $300 و $200 میشه اجاره کرد. پس شهرهای کوچیکتر خب قیمتش پایینتر. ما بریم ببینیم که توی چه قیمتهایی خونه میشه پیدا کرد. اول بریم از ارزونترینا شروع کنیم. ما اینجا میذاریم ارزون ترینا. حالا توی خونه ها معمولا صاحب خونه ها اتاق اجاره میدن، یا خونه های شهر اشتراکی هست که مثلا اتاق میدن که خیلی ارزون تر در میاد، یا اگر خونه کامل بخوایم بگیریم. الان مثلا ارزون ترین خونه ای که میشه دید مثلا اینا هستش، زده $75. ببینید $75 چیه. خب این زده مثلا یه دونه اتاق اجاره میده، واقعا خیلی داغونه. $75 ارزون ترین چیزی هست که توش میشه زندگی کرد. ولی یه چیز درست حسابی تر حداقل که بشه توش زندگی کرد، بریم پایین تر ببینیم چقدر میشه پیدا کرد. آها مثلا الان مثال زدم، میگفتم اتاق اجاره، مثلا این مورد هست که یک دونه اتاق رو از یه خونه دو خوابه اجاره میدن مثلا $150. عکسشو داریم میبینیم. بعضی خونه هست خیلی قدیمی سازه، مثلا یه خواب کلا مثلا میشه $200 هم اجاره کرد، خیلی دیگه قدیمیه که شاید تو ولاگای آینده مثلا بهتون نشون دادم. اگر دوست داشتین تو کامنت ها بگین که بهتون نشون بدم. خب این خونه هست، خونه 40 متری، عکساشو دارین میبینین، اینم قدیمی هست نسبتاً. این خونه هست قیمتش $150 40 متره. خب بچه همونجور که داریم میبینی این خونه هست که $200 $250 خونه قدیمی هست که حالا وسایل قدیمی، خونه قدیمی سازه و تعمیر نشده دیگه، از $200 هست خونه خیلی کوچیک آپارتمانی به بالا. ولی خونه هایی که مثلا نوساز بشه مثل خونه من این خونه رو $300 اجاره کردم، اجاره خونم. حالا $40 هم حدودا کامونالی، همون پول آب و برق و گاز و اینا همش میشه مثلا $340 to $350 اجاره خونم هست، داریم میبینیم دیگه. و میریم جلوتر، مثلا این خونه مثلا یک کم بهتر، خونه دو خوابه. مثلا این خونه از $450، خونه واقعا تمیزیه و دو خواب بزرگه، دو نفر راحت میتونن توی دو خواب جدا زندگی کنن و $450. دیگه قیمت خونه ها معمولا توی اوکراین دیگه یک خواب معمولا دیگه $300-$400، بستگی داره کجای شهر هم باشه. مثلا $300-$400 که میگم، باز نه میگین نه همچین خونه ای نیست. خب ببخشید بعضیا هستن، خب
کنار کاخ ریاست جمهوری زندگی میکنن، مرکز شهر زندگی میکنن، کنار پارلمان زندگی میکنن. آره اونجا حداقل $500 $600 به بالاه، ولی جاهای دیگه نزدیک مثلا مترو هست، آخر خط متروها نزدیک شهر، حالا یه سری شهرک ها هست، اونجا خونه‌های نوساز و قیمت مناسب پیدا میشه. خب بریم سراغ گرونترین خونه‌ای که توی اوکراین میشه پیدا کرد. نوشتی تا الان تو کامنت ها به نظرت گرونترین خونه چقدره؟ 300 میلیون ماهی اجاره، 200 میلیون؟ بریم نگاه کنیم با هم. خب گرونترین خونه‌ای که در اوکراین میشه اجاره کرد الان یک خونه هست، $25,000 ماهی اجارشه. $25,000 خونه 7 خوابه. عکساشو ببینیم چقدر خونه لوکسیه، برگهایم داریم میبینیم دیگه. $25,000 اجاره این خونه هست، 7 خواب داره، 500 متره آشپزخونهش، 100 متر آشپزخونهش دو برابر خونه منه، برگهایم فقط. $25,000 اجاره شه. خونه بعدی که یکم جزو گرونترین هاست، 208 متره، $15,000 اجاره شه. $15,000 چقدر میشه به پول ایران؟ با دلاری 27,000 تومن خیلی میشه، 400 میلیون تومن ماهی اجاره شه. گرونترین خونه که دیدیم برای اجاره $25,000 بود. $25,000 چقدر میشه؟ میشه حدودا 700 میلیون تومن. 700 میلیون تومن گرونترین خونه‌ای که میشه اجاره کرد. خب بریم پایین‌تر. خب خونه‌های دیگه هم هست در همون رنج $15,000، 600 متر. بله داریم می‌بینید سمت همون پیچرسکا هست، جایی که یه سری مجتمع‌های خیلی لاکچری هست، پولدارا دیگه اونجا زندگی می‌کنن. فکر کنم رئیس جمهور اوکراین هم اونجا پنت هاوس خونه داره فکر کنم، و خیلی از بازیگرا، سلبریتی‌ها و خیلی آدمای مطرح و بیزینسمن اونجا خونه دارن. قیمت اجارش فقط $15,000. الان این خونه دیگه هم هست، $15,000. ببینیم چقدر لاکچری، لوکس و زیبا. این گوشی بذارم کنار. $15,000 نشستم به در نگاه میکنم. امیدوارم بچه از این ویدیو خوشتون که نیومده با خونه به این گرونی، چی بگم. لایک یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره، یکی از این ویدیوها رو هم دوست داشتید ببینید. تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.